صدق الله مولانا العظیم. ترجمه: و مردان و زنان با ایمان دوستان یک دیگرند که به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و نماز را برپا می کنند و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد. خدا دانا و توانا و حکیم است. صدق الله و مولانا العظیم. جهان را نعمت بهتر ز زن نیست، ز زن مطبوع تر گل در چمن نیست. ز نعمتهای گوناگون به از زن، سر خوان طبیعت به سخن نیست. در این محنت سرا ماهرتر از زن، طبیب رفع اندوه و مهن نیست. بگویم مرد به زن، چراغش قابل افروختن نیست. نباشد عیش مردی را که زن نیست. جهان بیزن کم از بیت الحزن. بیننده های عزیز، خواهران، مادران، پدران، برادران، جوانان و نوجوانان و اطفال نازنین دختر و پسر در هر کنج کنار دنیا و هر کنج کنار افغانستان که مرا میبینین، صمیمانه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمتتان عرض میکنم. هستم و افتخار میکنم که با پیشکش نمودن پنجمین برنامه اسلام، زن و زندگی مهمان خانه های شما عزیزا هستم. امیدوار هستم هفته را که گذشت به خوشی و صحتمندی سپری کرده باشین و هفته را که در آغازینش قرار داریم خداوند با ما توفیق بندگی نصیب بکنه، صحت بده و اتفاق اتحاد نصیب بکنه تا به خوشی و به صمیمیت و به محبت او را سپری بکنیم. عزیزای گرامی، افتخار دارم که به ما خدا توفیق بخشید و از شما عزیزا سپاسگزار هستم که با پیام های زیبایتان، با تشویقاتتان، با دیدن برنامه های ما بسیار از طریق یوتیوب یا از طریق فیسبوک همیشه با تشویقاتتان مرا دلگرم می سازین تا ما بتانم کار خود ادامه بتم. عزیزای گرامی، ما در هفته های پیشتر راجع به خودشناسی بحث کردیم و امو بحث دنبال می کنم به خاطر از اینکه بحث فراموش شده قرآن است. بحث است که متاسفانه علمای ما کمتر به او توجه کردن و به خاطر امی بیتوجهی ما دشمن اصلی و اساسی خود نشناختیم و به مو خاطر به می مصیبت ها و بیتفاقی ها و بدبختی ها و تفرقه ها در سطح خانواده و در سطح ملت و در سطح جهان گرفتار هستیم. پیش از این که صحبت امروز خود شروع بکنم، خواستم عزیزا یک جلد کتاب بسیار مهم و ارزنده و پرمحتواره که جناب محترم استاد فضل‌غنی مجددی که یکی از نخبگان جامعه ما در غرب هستن و همیشه با تحقیقات و با نوشته های بسیار مؤثر و سودمند اسلامی خود چراغ و راهگشای مشکلات کنونی جامعه ما می باشند. یعنی در عصری که ما زندگی می کنیم، در قرن 21 که ما زندگی می کنیم، مشکلات فراوان داریم در زمینه معارف اسلامی. خوشبختانه جناب استاد فضل‌غنی مجددی چی از طریق مجله فقه اسلامی که او را نشر میکنن و چی از طریق آثار گرانبهای خود همیشه خواستن که به نحوی از آنها دمی شرایط دشوار به حساب دست هموطنهای عزیز ما را بگیرن و نه تنها تمام همزبانهای ما میتونن از آثارشان استفاده بکنن، کسایی که به لسان فارسی هم میفهمن، کسایی که به لسان پشتو میفهمن و الحمدلله اکثریت کسایی که به زبان پشتو میفهمن مطمئن هستم که زبان دری را هم میتونن که بخونن. این کتاب به نام ازدواج و تربیت در فکر معاصر اسلامی است. کتاب بسیار سودمند است. ما تا آخر تا بدبختانه بگویم که توفیق پیدا نکردم که همیشه بخوانم. تا قسمت هایی که خواندیم تقریبا همه او سوال های اساسی که ما شما در زمینه مسائل فامیلی داریم و متاسفانه دردها و مشکلات و مسائلی که امروز دامنگیر جامعه ما است و مخصوصا در محیط اجرت و در محیط که غرب اکثریت عزیزایی که هستن متاثر از فرهنگ
کشور میزبان میشن و زمینه حساب بگومگوها و جای میرسه که به طلاق و جدایی. به هر حال من سر از او بحث نمی کنم. جناب استاد فضل غنی مجددی در این کتاب که به ادامه کتاب قبلیشان است که خانه و خانواده بود و ما او را مطالعه کرده بودم، ایره تقریبا که وقت خواندم، پاسخگوی تمام نیازمندی های ما است، از ازدواج گرفته تا به مسائل طلاق و مسائل فرزند گرفتن و همه مسائلی که تقریبا در چندین عنوان اینا بحث کردن، خلاصه بسیار مؤثر است. و ما از شما عزیزا آرزو دارم که مخصوصا عزیزای هموطن ما خواهرا و برادر عزیز ما که در مسائل خانوادگی خود شما سوالات می داشته باشین، این کتاب را حتما از جناب استاد فضل غنی مجددی هدیه کنین از پیشون. با این کار خود شما دو ثواب میکنین، یکی که خودتان میتونین که معلومات کافی و جامع در مسائل خانوادگی و در فقه اسلامی مربوط خانواده به دست بیارین، و از طرف دیگه با می وقتی شما هدیه میکنین یک کتابه، برای نویسنده فرصت ازی پیدا میشه که بتونه کتابای بیشتر، آثار بیشتر خود چاپ بکنه. اینه به خاطر میگم که قبله معذرت علامه صاحب فیضانی در شرایط بسیار دشوار در افغانستان آثار خود نوشته کردن، 52 آثار، مگر متاسفانه زمامدارای وقت، حکومت مدارای مستبد و خاندانی که در اونجا بودن، اجازه چاپ و نشر آثارشان نمیدادن و بسیار خونجیگری و بسیار دشواری فقط 3 جلد کتاب در وقتی که خودشان مبارک تشریف داشتن چاپ شد، که یکی از او به نام دلیل زاکرین است و دیگه اش جهان به تلسکوپ قرآن و رساله ختم های غوثیه که یک رساله یک بسیار کوچک است. به هر حال وقتی که امروز الحمدلله آزادی مطبوعات است و ما علمایی داریم که میتونن آزادانه آثار خود نشر کنن، و ما به یاد دارم که وقتی قبله ما در افغانستان میخواستن دلیل زاکرین، خب ما بسیار طفل بودم و هیچ خبر ندارم، بیاد ندارم، مگر جان به تلسکوپ قرآن که نشر میکردن، ما بیاد دارم که یک پایشان مبارک در مطبعه دولتی بود، یک پایشان در وزارت اطلاعات و کلتور وقت بود و باید با اونا چنه میزدن، به خاطر از اینکه اونا پالیسی هایی داشتن که نمیخواستن که آثار پیش از زیر ساطور سانسور از یا بیرون شوه و چاپ شوه، او چیزی که خود نویسنده میخواد او را نشر کنه، چون آزادی مطبوعات به شکل کامل در او وقت وجود نداشت. هر چیزی که مغایر با مساله سیاسی خود میدیدن او را قطع میکردن. به هر حال جناب علامه صاحب پدرم و بسیار خونجیگری گفتم 2 کتاب خود چاپ کرد، امروز 1 رساله. و امروز الحمدلله علمای نخبه ما که در محیط هجرت قرار دارن، چی کسایی که در داخل افغانستان قرار دارن، این آزادی را دارن که تمام اندوخته های خود در روی کاغذ بیارن و ایره به حیث یک میراث فرهنگی، یک میراث غنی برای نسل های بعدی بگذارن و حتی به می نسل خود ما بگذارن، که ما هر کدام ما هزارها سوال داریم، مشکلات خانوادگی ما در کجا می انجامه، آیا طلاق میشیم نمیشیم، طلاق چی رقم است، ازدواج چی رقم است، شرایط نکاح چی رقم است، یه همه مسائل است که امی تو کتاب ها انشالله که بر شما جواب میگه. در پشت از این کتاب قیمتش نوشته است $25. اگر عزیزای ما یک جلد هدیه میکنن میگیرن، خوب تر است که یک مقدار پول بیشتر روان بکنن تا جناب علامه استاد فضل غنی و دیگه نخبه های ما که اگر کتابای دارن، استاد دکتر صاحب پوهان سیرت صاحب، اینا اگر کتابای دارن، خوب تر است که ما شما او را هدیه کنیم بخریم، تا اینا مجبور نشوند که برای خاطر از یک اقتصاد کافی ندارن که کتاب های خود چاپ کنن با این آثارشان هم تو بانه. دیگه با همی مقدمه مختصر، با عرض تشکر از جناب استاد فضل غنی مجددی که بر من یک جلد کتاب خود نشته روان کردن، و من تشکری میکنم از لطفشان، از جناب دکتر استاد فرید هم تشکری میکنم که همیشه لطف کردن، کتاب های خود با من روان کردن و من استفاده کردیم از آثارشان. خداوند تعداد همه تو نخبه ها را در جامعه ما زیاد بسازه و به ما توفیق بده که شکرانه این نعمت های عظیم بدانیم و با کمک های مالی خود در تقویت همه تو بساب معدن های خیر بکشیم. دقیقت این کسایی که کتاب نوشته میکنن مخصوصا در مسائل دینی و اینا تحقیق سرچ میکنن، یعنی آسان نیست کتاب نوشته کردن. شما وقتی که در فیسبوک 2 جمله نوشته میکنین چقدر سر خود فشار میارین، یک آدم که وقتی در مسائل تحقیقی اسلام چیزی نوشته میکنه، طبیعی است که او به مراتب بیشتر از ما و شما
زحمت میکشه و تلاش و جستجو میکنه تا چیزی را که نوشته میکنه بسا بیخلطه گپ مردم عوام فیر نکنه و از دل خود فتوا نته، از شکم خود چیزی را نکشه، بلکه او چیزی را که واقعا به خورده مردم میته مستند به آیت قرآن و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و فرمودات مذاهب و تبع تابعین و اجماع و قیاس عامه باید باشن. به هر حال بامی مختصر صحبت هایی که در مقدمه داشتم و از شما عزیزا آرزو دارم که صحبت های هفته های قبلی مرا به یاد داشته باشین و این صحبت ها در حقیقت اما تو دنباله داره، مثل که قبلا برتان گفتم چونی بخش فراموش شده قرآن است و متاسفانه علمای ما کمتر به این توجه کردن و شیطان اصلا اسم خود فراموش ما کردن، یعنی هیچ کس در خطبه های علمای ما با وصف از اینکه ما قرآن شروع میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبریم به خدا از شر شیطان رانده شده، یعنی در هر وی آیت سدید قرآن است که فیضا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقتی که شما قرآن تلاوت میکنیم پس پناه ببریم به خداوند. اینالی امین شیطان ما باید بشناسیم. اگر بیاد داشته باشین عزیزا در هفته های گذشته ما راجع به خودشناسی از دیدگاه قرآن برای شما توضیحاتی دادم و گفتم که خودشناسی از دیدگاه قرآن یک فرمولی را جناب علامه سیف فیضانی ابتکار کردن، برای اولین دفعه بیرون کردن از قرآن عظیمشان که بدن انسان مثل یک موتر است که در او هفت چیز بسیار عمده وجود داره. البته تمام پرزجات موتر مهم است، مگر این هفت تا چیز از جمله وسایل اساسی است که اگر به او توجه نشود بسا حرکت این موتر به صوب سلیم یا به شکل درستش صورت نمیگیره. گفتیم در این بدن انسان دو نیرو است، یکیش روح است که از عالم بالا با ودیعت در بادی بدن ما گذاشته شده و دیگهش نفس است. روح چی است؟ گفتیم که چکیده عالم قدس است یا و با حکم و نفخت و فیه من روحی یک عطی است که از مقام امر خداوند متعال در بدن انسان گذاشته شده و روح از خود همکاری داره بر اسم ملک. اینال روح مثل بیتری موتر است، اگر بیتری نباشد تمام پرزاجات هم نو باشد جدید باشد موتر حرکت نمی کنه. امو است که تمام دوستی های ما، تمام محبت های ما، تمام فعالیت های ما، خوردن ما، نشستن ما، همه چیزهای ما از برکت روح در بدن انسان است. دوم گفتیم که در هفته گذشته اگر باید تن باشم از سوره مبارک الحج را بر شما تلاوت کردم، آیاتش را حساب ترجمهش خواندم که خداوند متعال گفت که من بدن شما انسان ها را از خاک ساختم و ای از خاک و گل بویناک و وقتی که دوباره شما میمیرین پس دوباره ای به خاک تبدیل میشه. در این هفته بر شما تشبیه کردم که نفس مثل تانکی تیل موتر است، یعنی اگر تیل موتر نداشته باشه حرکت نمیکنه. ما نمیریم در سر موترهای الکتریک یا برقی که امروز با وجود آمدن و اونا بدون برق بدون تیل میتونن حرکت کنن. از موترهای ایده بر تسهیل فهم شما میگم که مثل تانکی تیل است که اگر بیتری نو باشه تمام تیران نو باشه موتر انجنش مطلق نو باشه، مگر اگر تیل نداشته باشه بازم موتر حرکت نمیکنه. اینال نفس گفتیم جوهر زمین است، بنان آن چیزی که از زمین میرویه ای به شکل از اشکال انسان او را برای بهبود و یا برای بقای زندگی مادی خود در دنیا از او استفاده میکنه. عالمیم سر همکار نفس که شیطان است و متاسفانه شیطان نام خدا بیخی از پیش ما گرفته. هیچ عالمی را نبینیم که در قسمت معرفی شیطان راجع به شیطان، راجع به آیاتی که خداوند اوش از شیطان یادآوری کرده و ثبوت دشمنی شیطان به ما و شما بیشتر توضیح بده. در صورتی که آیاتای متعددی در قرآن آمده که در هفته پیشتر براتون گفتم که جناب علامه سیف فیضانی تقریبا اونا را که جمع کردن 156 آیت است و دمی چند سوره که تا حال ما با شما خواندیم که سوره سواد است، سوره الحجر است، سوره بقره شریف است، سوره امیال که میخوانم الاعراف است، در کل ازیا خداوند متعال جلو دشمن ما را به ما معرفی میکنه.
و تاریخچی دشمنی از ایره با ما معرفی میکنه. بسیار مهم است که ما دشمن خود بشناسیم، خدمات دشمنی از او را با خود بشناسیم و بفهمیم که به چی خاطر که ما دشمنی میکنه. اگر شناختیم و عوامل دشمنیش را فهمیدیم، پس میتونیم که طریق مبارزی از او را هم با او کسی که دشمن بر ما مقرر کرده و ما در تحت رهنمایی های از ذات اقدس متعال جل جلاله، طریق مبارزه و دشمنی به حساب یا جنگ کردن در مقابل شیطان هم یاد بگیریم. اینجا باید بر شما بگویم که گفتیم که روح از خود همکار داره به نام ملک، ما شما رو فرشته میگیم و این روح چون از عالم بالا آمده بنان همیشه کشش داره که ما رو به طرف عالم بالا بکشانه، یعنی چیزای خیر و خیرخواهی، سببی که تقویه چی عملی که سبب تقویه روح ما و تقویه ایمان ما میشه، اونو تو اعمال بر ما همیشه از ما میخواهد. و در مقابل از این اعمال کی همکار روح است؟ همکار روح ملائک است که همیشه الهامات خیر به ما میاره و مثلا بر ما میگه وقت نماز است بخیز نماز بخوان، یا یک کلپ میبینین در یوتیوب یا میبینین در یک پروگرام تلویزیون یا در فیسبوک یا در هر چیز، در اینستاگرام، در هر میدیایی که شما هستین، وقتی که شما یک چیز رو میبینین رقتتون میه، دلتون میسوزه، میخواین که در او کمک بکنین. امی الهام کی برتون میده که آل خدا که بر تو توانایی بیشتر داره چی میشه بگی؟ یا در راه روان هستین میبینین یه غریب بیچاره را، مهم نیست که غریب بیچاره حتما مسلمان باشه، که مسلمان باشه خو نور علی نور، که به خاطر که انما المؤمنین اخواتون، نظر به حکم قرآن اونا حکم برادر و خواهر مسلمان رو داره. و اگر نباشه من حیث انسان که اشرف مخلوقات است، هر کسی که محتاج است ما شما به کمک از او باید بشتابیم. و از امو خاطر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است که اگر شما بسیار در قسمت همسایه‌تان باید بسیار مراقب باشین، و حتی بعضی از روایات میگه که تا 70 خانه‌ای که دست راست و دست چپتان پیش روی پشتتان سر شما حق داره. و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که اوقدر جبرئیل برای راجع به حقوق همسایه به من بسیار تاکید میکردن که من خوف داشتم که نگویه که همسایه تو در میراث شریک است. بنان اینجا امو کسی که با شما یک در دلتان میگردانه که امیال اینمی آدم غریب است یا اینمی خانم نیازمند است، شما با کمکش بشتابین، بگیرین کمک مادی کنین یا کمک معنوی کنین، یا برین مریض از خبرش بگیرین یا حساب از اون دفاع بکنین. اینمی حالت بر شما الهام ملکی است که میاره، کسی که شما را به عبادت متوجه می سازد، کسی که شما را به صلح و خیرخواهی متوجه می سازد، کسی که شما را به طرف عدالت و عبادت متوجه می سازد. این الهام و این حرفایی که در دل شما می آید و شما او آدم نمی بینین، او مخلوق نمی بینین، بلکه صدا را در دلتان می شنوید. یک کس میگه در دلم میگه، دلم میشه که برو مسجد، دلم میشه که به فلانی کمک کنم. اینمی دلتان که میشه، ای دل از کجا میشه؟ ای دل چطور میفهمه؟ ای دل ده ای دل کی حرف میزنه؟ ده ای دل الهامات یا حرفهایی که میه ای همکار روح است، ای کسی که به ما خیر و خیرخواهی و عبادت و معرفت به ذکر خدا زبان ما رو جاری میسازه، به تفکر مغز ما را مشغول می سازه و به خیرخواهی عمل ما را تشویق می کنه، اینمی ملک است. برعکس از او همکار نفس کیست؟ شیطان. شیطان در هفته پیشتر معرفی کردیم و در آیات مختلف که در سورای قبلا را شما یاد کردم خواندیم که شیطان دشمنی اساسی با نوع بشر داره. امروز یک سوره مبارکه الاعراف ما که جزء هشتم است انتخاب کردیم. در اینجا یک کمک مفصلتر خداوند متعال دشمنی شیطان و رهزنی از ایره به ما معرفی میکنه. بیاییم که امی سوره مبارکه را با هم دیگه مرور بکنیم. از شروعش نمیرم برای زی که در سوره مبارکه بقره دلیل
خلقت گفتم که خدا نمطلع با ملائکه مشوره کرد و ملائکه گفتن که ما اگر عبادت با شما عبادت میکنیم، شیطان شاید انسان گناه بکنه، خطا بکنه، فساد در روی زمین بکنه. و خداوند گفت که من چیزی را که میفهم شما نمیفهمین. و علم آدم اسما و کلها، برای به حیث یک شاگرد ممتاز از آدم علیه السلام امتحان گرفت و حضرت آدم علیه السلام در این امتحان کامیاب شد. و در نتیجه خداوند متعال به پاس مقام اول نمرگیش، گپ آله که ما میگیم تقدیرنامه، یک تقدیرنامه برش داد. و این تقدیرنامه چی بود؟ که برای ملائکه گفت که آله به خاطر دانش و علمیت حضرت آدم، شما برای حضرت آدم سجده تکریمی بکنین. متوجه باشین عزیزا، این سجده سجده عبادی نیست. کسی تو فکر نکنه که شیطان وقتی که ملائکه عبادت کردن یعنی به حساب سجده کردن، منایزی که نعوذ بالله حضرت آدم علیه السلام به خاطر به مقام عبودیت قبول کردن. خیر، این سجده احترام است، سجده اعزازی است، که مثل که ما و شما وقتی یک کلان یک بزرگ میبینیم، خدا پایان میکنیم، دستایش میبوسیم. و این یک ادب و حرمت، امی ادب و حرمت از عالم بالا بر ما آمده. که و دعایت های دیگه قرآن عزیب شانم گفته شده که آیا کسایی که میدانن با کسایی که نمیدانن یک برابر هستن؟ و تحقیق که کسایی که میدانن برابر نیستن با او کسایی که نمیدانن، عالم و جاهل یک برابر نیست. بنان اینجا حضرت آدم علیه السلام وقتی که امر شد به ملائکه که سجده کنین، تمام ملائکه سجده کردن و جز ابلیس. امی قصه در سوره مبارکه الاعراف بر شما میخوایم بخوانم که سپاره هشتم است، از آیت مبارکه 11 شروع میکنم. به خاطر اینجا یک حکمت است که ما می حکمت می خواهیم که بر شما عزیزا یک کمک واضح شود که شیطان در دشمنی خود از ما چی می خواهد. آیت مبارکه 11 است. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. و در حقیقت شما را خلق کردیم، سپس به صورتگری شما پرداختیم، آنگاه به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید. پس همه سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. تمام ملائکه سجده کردند مگر ابلیس سجده نکرد. اینجا حضرت خالق متعال جلو پرسان میکنه، قال ما منعک الله تسجدو اذا امرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. خداوند از خداوند متعال با همه جلال و شوکت و عزتش، با همه جلال و جبروتش، از شیطان پرسان میکنه. دفتن شیطان محو نمیکنه، بلکه پرسان میکنه، فرمود چون تو را به سجده امر کردم چی چیز تو را باز داشت از این که سجده کنی؟ گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی. سبحان الله، ببینه شیطان غرور میکنه. غرور یکی از مرضهای بسیار هولناک و یکی از ویروسهای بسیار کشنده ایمان است عزیزا. هیچ وقت نه به قومتان، نه به نسبتان، نه به ملتتان، نه به کشورتان غرور غره نشوین، نه به پول و داراییتان، نه به علم و دانشتان، نه به عبادتمون. یعنی همه ما باید امی را یاد بگیریم از این داستان که او تو فکر کرد که مرا از آتش آفریدی و ای از خاک و گل نمناک. ای چی است؟ ای کی است؟ مثل که یک تعداد ما متاسفانه این مرض را داریم و خود از دیگرها یک سر گردن بالاتر میبینیم و دنیا و آسمان و زمین میگیم مندار باشن که ما خدا نخواسته طور مثال فلان هستیم، فلان هستیم، ما چیزایی هستیم و کیزایی هستیم. قال فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. خداوند میگه فرمود، خداوند فرمود از آن مقام فرو شو، تو را نرسد که در آن جایگاه تکبر نمایی. پیش روی ذات اقدس من استاد استی و تو تکبر میکنی؟ تو غرور داری؟ پس بیرون شو که تو از خوار شدگانی.
اینال خداوند او را خاک نکرد، او را دفکن در دوزخ ننداخت، بلکه گفت از این مجلس اعزازی ما، از این مقام حساب پرجلالی که من هستم و حضور دارم و توی قدر تکبر و غرور داری، از اینجا بیرون شو، تو از جمله خوار شننده ها هستی. یعنی خداوند ما را از او جمله نگردانه، چنان غرور و تکبر نتا که به نوع انسان ما به بی‌حرمتی نگاه کنیم. برای از اینکه مهم نیست اگر نوع انسان سیاه پوست است یا سفید پوست است، اگر بینی پچک است یا بینی بلند است، ما افتخار بکنیم که ما از فلان قوم هستیم و چنان زیبا هستیم و نژاد آریایی هستیم و فلان هستیم، بسمدان هستیم. مهم نیست، کلی ما لقد کرمنا بنی آدم تاجش در سر خود داریم. بنان هیچ وقت نباید غره شویم و به این فکر کنیم که ما از دیگران برتر هستیم. همو کسایی که اتو تکبر و غرور دارن و نژاد برتر خود میدانن، فکر میکنن که ما سفید هستیم یا ما از نسل فنار هستیم، ما چطور چنان هستیم، این کلش تکبر شیطانی است. پناه به خدا از چنین عمل مذموم. خداوند ما را از او جمله کسا نگردانه، و اگر خدا نخواسته این مرازا در قلب ما است و چنان یک تکبر و خودبینی و خودپسندی داریم، خداوند به فضل و کرم خود، به حرمت این کلام متبرک خود، این امراض از قلبهای ما پاک بسازن. آلی که خداوند گفت که تو بیرون شو، در این مقام اعلا تو چنان گستاخی بزرگ میکنی و نافرمانی امر مرا میکنی، تو برای که تو از جمله خوار شنده هاستی. اینجا شیطان یک تقاضا کرد. چی گفت؟ قال فانظرنی الی یوم یبعثون. گفت مرا تا روزی که مردم برانگیخته خواهند شد، یعنی تو روز قیامت، مرا مهلت بده. آلخ من خوار شدم، آلخ من ذلیل شدم، آلخ من اهل نار شدم. من میفهم کسی که خوار شوه و ذلیل شوه و به حساب از دربار تو رانده شوه. یعنی وقتی که یک آدم شما میگین که بیرون شو از خانه من، کلانترین توهین است. یعنی او را وقتی خارج میکنی، مانای عزیز که دیگر رابطه نداری، او پیش تو دیگر عزیز نیست، خوش آمد نمیگیش، بلکه نفرت داری از او آدم. اینجا است که خداوند متعال گفت که خیاله که من مخلوق تو هستم و به خاطر یک گناه من رانده شده هستم، یک امید از خودت دارم و امید من است که مرا مهلت بده تا روز قیامت. خداوند متعال گفت که قال انک من المنذرین. فرمود تو از مهلت یافتگانی. آله که بس تو فهمیدی که اهل نار هستی و در دوزخ میری، پس مهلت یافتی. درست حرف تو را ما یا دعای تو را یا بس خواست تو را اجابت کردیم. قال فبما اغویتنی لأقعدن صراطک المستقیم. شیطان چی گفت؟ پس گفت پس به سبب آن که مرا با بیراهه افکندی، از خاطر از یا ما گمراه شدم، من هم برای فریفتن آنان، فریفتن کی؟ اولاد آدم و ذریاتش، بر سر راه راست تو خواهم نشست. راهی که اهدنا الصراط المستقیم که در پنج وقت نماز ما وقت که الحمد شریف می خوانیم میگیم خدای هدایت کو ما را بر راه راست. اینجا شیطان قسم خورد که پس من در سر راه راست در مقابل ازیا میشینم، اینال من نمیگذارم کینا، یعنی مانع رفتن از یا به راه راست میشم. راه راست چیست؟ راهی که انبیا، اولیا، شهدا و صالحین رفتن. راه اخلاق، راه تواضع، راه عبادت، راه معرفت، راه خدمت به خلق الله، راه نیکی کردن به تمام مخلوقات خدا، ضرر نرساندن به تمام مخلوقات خدا. این راه آسان نیست. وقتی ما در این را میریم، بیاد داریم، بیاد باید بیاریم که حضرات پیغمبرای ما چی دشواری ها و چی سختی ها را در این را کشیده. خب میریم ادامه میتیم سوره مبارکه را و آیت مبارکه را. باز شیطان چی گفت؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجدو اکثرهم شاکرین. حاله که قسم خورد که من در سر راه راست داد میشم، یعنی مانه از یا میشم، آنگاه از پیش رو، یعنی از پیش رویشان، از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان و برانها میتازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت. در مقابل ای همه نعمتهایی که تو برشان دادی، وقتی که من در سر راه راست بشینم، اینا چی میشن؟ اینا شاکر، دولت شکر از دست میتن. به عوض از این که
شکر نعمت های تو رو بکنن، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. بجای از این که شکر نعمت بکشن و از طریق این دولت شکر نعمت انوز هم نعمت ها بر از زیاد شوه، ما یارا از پیش روی، از پشت سر، از طرف راست، از طرف چپ، از هر طرف که اینا بخواین به راه راست برن، ما مانع رفتن از یا به راه راست میشون. و از این سبب است که اینا به عوضی که به نظر به فرموده دیگه آیت قرآن که لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر نعمت ما رو زیاد بکنین، شکر نعمت ما رو بکشین، زیاد در نعماتتان بوجود میه، و اگر کفران نعمت کردین، عذاب ما بسیار شدید بر شما خواهد بود. و در آیت مبارکه دیگه میگه که انسان ان لربه لکنود، انسان به خدای خود ناسپاس است. این ناسپاسی رو کی بر ما میاره؟ شیطان میاره. ما را در مقابل نعمتهای خدا عوضی که شاکر باشیم ما را ناسپاس میسازه. همیشه نعوذ بالله فکر میکنیم که ما را خداوند متعال بدبخترین انسان ها آفریده، کل نعمات بر دیگرا داده. همیشه به داشته های خود فکر نمیکنیم، به ناداشته های خود فکر میکنیم و همیشه کوشش میکنیم که زوایای تاریک زندگی خود ببینیم، به جای از اینکه زوایای بساب مثبت و خوب زندگی خود ببینیم و از او هر لحظه لذت ببریم. خب خداوند متعال در مقابل این گپی که میزنن و چی میگه؟ قال اخرج منها مذمومًا من مدحورًا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. گفت فرمود حق تعالی نکوهیده و رانده از آن مقام بیرون شو، تو دیگه مردود هستی، بیرون شو، که قطعا هر کی از آنان یعنی اولاد آدم پیروی تو را بکنه، جهنم را از شما پر خواهم کرد. تو مرا اختار میتی که من یارا کلشان گمراه میسازم؟ خدا نمطال گفت که من به عبادت شما نیاز ندارم، نه به عبادت این مخلوق، میگه آفریدم که جودی کنم نه که سوده کنم. عزیزا ما اگر عبادت میکنیم، ما اگر خدمت به خلق الله میکنیم، اگر ما خیر و خیرات میتیم، اگر ما مستر کدام کار علمی میشیم، یا اگر کدام تبلیغ و یا دعوتی میکنیم، سبب هدایت یک انسان دیگه میشیم، یا سبب خیرخواهی و نیکی برای اجتماع میشیم، این را ما بر خود میکنیم. خداوند ضرورت به این عبادات ما نداره. اگر تمام کرات شب و روز تسبیح از او رو بگوید، چنانچه در آیات متبرکه خداوند متعال میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح خدا رو میگیره، میگه آنچه که در زمین ها و آسمان ها است. اگر همه مخلوقات شب و روز عبادت بکنن بر خدایی خدا، بر عظمت و جلال و اختیارات و قدرت از او به اندازه سر و سوزن افزوده نمیشه، و اگر العیاذ بالله تمام انسان ها و تمام مخلوقات ناسپاس شود و عبادت از او را نکنه، از عظمت و خدایی خداوند متعال جلو چیزی کاسته نمیشه. اینجا است که ما باید بفهمیم که اگر ما عبادتی میکنیم، این عبادت به خاطر خود ما است، و اگر عبادتی هم نمیکنیم و به زیانش به خود ما است. خالق ما به عبادت ما ضرورت نداره. ای همه چیزی را که ما انجام میتیم فقط به خاطر ارتقای مقام معنوی خود ما و رساندن روح ما که از عالم بالا گرفته شده به عالم بالا دوباره، یعنی جان به جانان وصل کردن است. و این ناقراری هایی که ما شما در این جهان مادی داریم، و همیشه اگر یک وقتی که در افغانستان بودیم فکر میکردیم که اگر من یک خانه شخصی داشته باشم، اگر موتر داشته باشم، اگر اولاد داشته باشم، اگر چی داشته باشم، چنان داشته باشم، من خوشبخترین انسان روی زمین میشم. حال به هزارهای ماده ای کشورهای غربی که آمدیم، صاحب موتر هستیم، صاحب خانه هستیم، صاحب اولاد هستیم، او چیزهای را که حتی دخت خیالات ما نمیگشت امروز که در این مملکت ها آمدیم داریم. و حتی بین مردم در افغانستان کسایی که لقمه شب و روز خود نداشتن امروز میلیاردر و میلیونر شدن. شما از او آدم ها پرسان کنید آیا شما روح آرام، دل آرام گاهی به خود دیدین؟ خود ما گاهی دل آرام دیدیم؟ نه هرگز. برزی که توقعات هیچ وقت سیری نداره. نفس بد را هر که سیرش میکند در گناه کردن دلیرش میکند. اگر یک موتر داشته باشیم توقع نفس ما بیشتر میشه، دو موتر، اگر دو تا داریم سه تا، اگر سه تا داریم ده تا،
و اگر یک خانه داریم دو خانه، این دو خانه چهار خانه، که چهار اولاد دارم چهار تا خانه داشته باشم. اگر بس این مبل فرنیچر امسال مودش رفته دیگه باید بخرم. یعنی سطح توقعات نفس به بس هیچ وقت پایان نمیره و شیطان از طریق راه ها و مکرهایی داره که اگر از طریق حلال ما تقاضا ها را برآورده ساخته نتانیم، ما را به طرف راه های ناسواب میکشونه. قرآن راه مقابله از این را بر ما نشان میده. خب حالا میایم پیش به آیه از تبصره بیشتر میگذرم، میایم به ادامه سوره مبارکه عرف الاعراف که میفرماید باز این حال خداوند برای وقت شیطان گفت تو برای رانده شدی و اگر کسایی که پیروی تو را بکنه از اولاد آدم ما دوزخ را از وا پر می سازم، ما را اختار نکی و وزی که اولاد آدم آدم هم یک مقام دادم و کرمنا بنی آدم اولاد آدم هم تاج بزرگواری و خلافت روی زمین این جایل فی الارض خلیفه ساختم شد و یا اگر این مقام نفامن ارزشش بر ما مهم نیست. شیطان گفت که یکی از دلایلی که به حساب اینا را ما گمراه می سازم، اولین علامتش ایست که اینا ناشکر می باشن. یعنی هیچ وقت در مقابل نعمات خالق متعال جده رو که بر ما این میال زبان گویا داده، چی زیبا دیزاین کرده روی ما را، چشمای ما را در جای منظم ایک دو کمره را نصب کرده، در بالای دهن ما به حساب بینی را حس شامه ما را گذاشته که ما وقت غذا را می خوریم یک چیزی که بدبوی باشه و به صحت ما مضر است گندیده باشه، اگر بینی جنمی بود ما وقتی خوردن این را در کجا می بردیم لقمه را در پشت سر خود که بوی کنیم. یک غذا اگر پوسیده یا یک میوه اگر ترشیده، با مجرد که طرف دان خود می کنیم یا با مجرد که او را پوست می کنیم بوی تعفن از او را می فهمیم. از امو خاطر پیش از این که بخوریمش می بوی از این بدن می نمی خورم. چه خوب جای خداوند این حس شامه را بر ما نصب کرده، ای دهانه چقدر زیبا دیزاین کرده، ای 32 دندانه چه قسم مقبول ده اوجا جاگزین کرده مثل مروارید، ای گوش ها را در کجا نصب کرده که هم ما حرف ها را بشنویم هم مثل حیوانات دیگه مثل سگ و پشک و بساب گو و خر ای در وقتی که ما یک حرف می خواهیم بشنویم آنتن و شور نمی خوره که از این طرف به اون طرف بره، در جای خود جای به جای نصب است. ای قدرت خداوند متعال در همه نعمات که وقتی ما شما می بینیم، اگر شاکر به این نعمات نباشیم اینجا است که یک علامه ناسپاسی است و این علامه ناسپاسی از اثر وسوسه شیطان میه. از او خاطر تأکید میکنم عزیزا که همیشه کوشش بکنیم که به همه نعمتهای خداوند متعال جلو شاکر باشیم. طرف بادی بدن خود ببینیم، طرف این ابروهایی که به حساب چخب زیبا در یک جای منظم این دیزاین شده و اونجا نصب شده که تا از چکیدن عرق در بالای چشم ما جلوگیری بکنه و هم زیبا بسازه صورت ما را و این مژه ها را چه قسم آفتابگیر ساخته، چه قسم بساب که گرد و خاک میایه بساب این پلکا حرکت میکنه و این مژه ها گرد و خاک میچینه نمیگذاره که راستن به قرنیه ما یا بساب به طبقه داخلی چشم ما داخل شود. اینی اگر این یار هر کدام شدیده ما شکر خدا بکشیم. در این هفته پیشتر یک دوست بر من یک کلیپ روان کرده بود که یک امریکایی که میلیونر بود با چقدر قیمت گزاف آینکی را بساب برای دو جور کرده بودن که بعد از ازدواج برای اولین دفعه ای اولاد خدا و خانم خدا دید و از شدت خوشی عشق میریخت. ما آیا این شکرانه را گاهی کشیدیم که چشم خدا دور میتیم میفهمیم و زیبایی های طبیعت میبینیم، رنگ سیاه را میبینیم، رنگ سبز میبینیم، رنگ سرخ میبینیم؟ آیا گاهی لذت بردیم؟ گاهی به خالق خود از قلب شکر کشیدیم که به شک خدایا من نخواسته بودم چی کمره های مقبول و زیبا و حساس بر من دادی که من نه تنها رنگ و زیباییش میبینم حتی احساسات با چشم خود درک میکنم. وقتی یک کس عشق میریزه من از اینجا ناخداگاه عشق من هم میاید، وقتی یک کس میخنده من هم حالت خنده از اون وقتی که میبینم احساس میکنم. اگه چشم من نداشته باشم من احساس کردن نمیتونم، من که خنده کسی خنده نمی کنم، که گریه کسی گریه نمی کنم، بخاطر از اینکه من جهان نمی بینم، در تاریکی ها زندگی می کنم. خب به هر حال پیش میریم در سوره مبارکه، باز خداوند متعال میگه فرمایه که و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث و شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتکونا من الظالمین. اینجا خداوند متعال شیطان خود امتحان ناکام شد، آدم علیه السلام کامیاب شد، شاگرد ممتاز بود، تقدیرنامه گرفت. اینال خداوند متعال در مقابل برزی چی گفت؟ و ای آدم تو با جفت خیش در آن باغ سکونت گیر
تو جفت جفتش کی بود؟ بی بی حوا. ما شما میگیم که در انگلیسی ایف میگن، ما شما بی بی حوا میگیم، یعنی مادر ما. گفت تو و جفتت در این باغ مسکن گزین شوین و هر چی که بخواین بخورین. یک امتحان از شما میگیرم، مگر به این درخت نزدیک نشین، که اگر نزدیک شدین از جمله ستمکارا میباشین. اینجا امتحان حضرت آدم علیه السلام شروع شد. میبینین که خداوند متعال حضرت آدم و حضرت حوا را یک جای آفرید. از امو خاکی که حضرت آدم آفرید، امو خاک از امو خاک جنس که آدم به او میتونست که سکون پیدا کنه و تمام خاصیت های انسانی داشته باشه، مثل از او بخوره، مثل از او بیاشامه، مثل از او بخوابه، مثل از او تقاضای جنسی داشته باشه، همه این خاصیت ها را داشته باشه، با یک اندازه تفاوت های عاطفی که مقدار عاطفه در وجود زن بیشتر باشه، چرا این دنیا توازن پیدا بکنه. اگر عاطفه زن زیادتر نمی بود، امروز این دنیا به مراتب وحشی تر می شد. چون زن مادر میشه، زن خواهر میشه، زن همسر میشه، بنان اینجا عطوفت ازی بیشتر باید باشه تا در دنیا یک تعادل و توازن برقرار شود، جنگ و خونریزی و خشونت جهانی نشود و هر کس در فکر اعاده به حساب زور به خاطر خواسته خود نباشه، یعنی از سلاح زور استفاده نکنه. اینجا گفت که در همه باغ بسیار زیبایی که شما قرار میتون از همه نعمت ها میتونین بخورین، مگر به اینی درخت نزدیک نشوین. اینجا ببینین که شیطان چی میگه، شیطان چی کار میکنه. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سواتهما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. پس شیطان آن دو را وسوسه کرد. ببینین قرآن هیچ وقت زن متهم نمی کنه که زن حضرت آدم را وسوسه کرد. ای در تورات است، ای در اسرائیلیات است، ای در قرآن نیست. پس شیطان آن دو را وسوسه کرد. ما من حیث زن مسلمان باید شکر بکشیم، افتخار بکنیم که پیروی قرآن هستیم، که ما را متهم و منصوب به گناهی که نکردیم نمی کنه. باید به ما حس گناه و حس حقارت نمیته. میگه پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچه از عورتهایشان برایشان پوشیده مانده بود برای آنان نمایان گردد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد جز برای آنکه مبادا دو فرشته گردید یا از زمره جاودانان شوید. سبحان الله، ببینین چی وسوسه میکنه، چه قسم افکار منفی را برای حضرت بابا آدم و بی بی حوا القا میکنن. برازی چی گفت؟ برازی دوتا گفت که شما را خداوند به این درخت گفت نزدیک نشوین، به خاطر از اینکه اگر شما از میوه از درخت بخورین شما فرشته میشین و برای ابدالابد در اینجا جاگزین میباشین، و اگر و یا هم بساب شما فرشته نشین، از او خاطر شما را خداوند منع کرده تا برای ابدالابد در اینجا نمانین. نعوذ بالله. یعنی این وسوسه بسیار، چون او جایی که حضرت بابا آدم بی بی حوا بود مکان بسیار مستریح بود، همه چیزی که یا میخواستن برشان میرسید، خدم و حشم ملائکا در خدمتشان بود، هر نعمتی که در بساب در خاطرشان میگشت او پیشویشان حاضر میشد. به هر حال شیطان اینا را فریب داد و اینجا یک قسمت را بسیار مهم است که ما زنها بفهمیم و هم برادرای ما بفهمند، که گفت که عورتشان آشکار شد. یعنی او کسی چیزی بسیار مهم است. انسان خداوند بدون پشم و بدون پر و بدون پوست، بدون بساب، مثل که ماهی ها را ما میبینیم که یک طبقه داره، جلا داره، نه؟ و پرنده ها را میبینیم پر داره، حیوانات را میبینیم پشم داره، یعنی یک لباس در جانشان است. مگر ما و شما انسان ها از مادر که پیدا میشیم لباس نداریم، یعنی غیر پوست دیگه چیز نداریم. چرا انسان چون اشرف مخلوقات خداوند متعال و آفریده، بنان بر از او پشم یا پر یا مثل ماهی واره از او پوست مخصوص نداده، تا ای که ما به دیزاین خود به ذوق خود لباس بدوزیم و تن خود بپوشانیم.
یک علامتی که اولین علامتی که شیطان گفت که یارا فریب داد و امو لباس بهشتی که در جان از یا بود و از اینا بساب او لباس ریخت و عورتایشان بر بار اول معلوم شد به یک دیگهشان. و شیطان چی کرد؟ را فریب داد، گفت که شما را خداوند به این خاطر گفته درخت نزدیک نشین، به خاطر ازی که اگر شما از میوه از این درخت بخورین شما برای جاودانه در اینجا میمانین و ملائکه میشین، نعوذ بالله خداوند شما را کشیده نمیتونه. و قاسمه هما اینی لکما لمن الناصحین، و برای آن دو سوگن یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان شما هستم. شما میبینین کسایی که به یک کار بد و کار ناروا شما را دعوت میکنم و شما را میخواید که از راه راست بکشه، قسم میخوره. یکی از علامت کسایی که پیروی شیطان میکنن قسم ناقص یاد میخوره، به خاطر که اعتقاد از یارا بیشتر به خود جذب بکنه و اعتمادشان را جذب بکنه. پس قسم خورد که من از کسایی هستم که دلسوز هستم برای خیرخواهی شما یه گپ میزنم. مثل که خدا نخواسته یک تعداد از کسایی که گمراه هستن و رای بد روان هستن، مثلا هیروینی هستن، چرسی هستن، یا مشروب میخورن، یا کارهای بد دیگه میکنن، برای رفیقای خود، برای جوانای عزیز میگم، اونا رو چی میگن؟ تو بگی یک دود بکش، بیا یک دفعه تجربه کو، بیا خوب حساب کو، باز اگه خوشت نامد نکو، با خدا بسیار مزه دار است، با خدا که حساب دنیا را عیش میکنی، یک جوانی است، دو روز از تیر میشه، بیا یک دفعه تو هم تجربه کو. امی حرفا را که میزنن در حقیقت میخوان که او جوان فریب بدن. و این قسم ناقص کجا آمده؟ از پیش شیطان آمده. یعنی اولین کسی که در بهشت یا در اون مقام بالایی که حضرت آدم قرار داشت، در اون جنت و در اون باغستانی که حضرت آدم و بی بی حوا قرار داشت، اولین کسی که قسم خورد شیطان بود. اینجا شیطان باز خداوند متعال میگه فدلاهما بغرور فلما ذاقت الشجره فبدت لهما سواتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. سيكون خداوند باز هر دویشان همزمان خطاب میکنه. پس آن دو را فریب، با فریب به سقوط کشانید. کی فریب داد؟ شیطان. هر دویشان فریب داد. نمیگه که اول بی بی آدم، بی بی حوا را فریب داد و او سبب فریب آدم شد. میگه پس هر دو را با فریب به سقوط کشانید. کی را؟ با آدم و بی بی حوا را. پس چون آن دو از میوه آن درخت ممنوع چشیدن، هر دویشان این میوه را کندن و چشیدن. برهنگی هایشان بر آنان آشکار شد. لباس بهشتی، لباسی که برشان خداوند تعیین کرده بود برای زیبایی تنشان و عورتشان پوشیده بود، این لباس از تنشان ریخت و برهنه شدن و با چسبوندن برگ درختان بهشت بر خود آغاز کردن. اینجا اینا وقتی که خود برهنه دیدن شرمیدن. اینا رو ببینین که برهنگی نشان تمدن نیست عزیزا، مخصوصا خواهرای عزیز ما، جوانای نازنین ما که یک تعداد فکر میکنن که اگر ما هرچقدر برهنه باشیم نشان تمدن و پیشرفت و ترقی ما را هست و ما از این طریق میتونیم برای جامعه نشان بدیم که ما انسان یا زن آزاده هستیم و اختیار بدن خود ما داریم، به این شکل نیست عزیزا. یک چیزی در ایمان انسان هست، در وجود انسان هست به نام حیا. و حیا نظر به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله جزء ایمان است. و حیا چی است؟ حیا یکیش ستر عورت است. مسائل عورت در فقه در فقه چهار فقه اهل تسنن و فقه شیعه مکمل واضح شده. مثلا زود تبصره نمی کنم، فقط این رقم میخواستم فقط اما قدر یادآوری کنم که باید ما متوجه باشیم که برهنگی نشان ذلت است. اما طور که وقتی حضرت خداوند متعال جلالو که میخواست حضرت آدم و بی بی حوا را مجازات بکنه به خاطر نافرمانیشان، اولین مجازاتشان ای بود که تنشان برهنه شد. و ما و شما از زبان کسایی که در زندانهای ای کشورهای غربی رفتن
ما از زبان یکی از کسایی که در اونجا رفته بود شنیدم که اولین مجازاتی که یا میکنن ایست که زندانی به مجرد که توقیف میشه از سیر تا پیاز تمام وجودش تمام لباسایش میکشن، یعنی عین همون مجازات خداوند متعال رو برای کسی که زندانی میشه میتن، یعنی یک دفعه او را مطلق برهنه میسازن و بعد از او پس آن لباس اصلیش از پیش میگیرن و لباس زندان در جانش میکنن. به هر حال اینجا خداوند متعال رو گفت که با حساب خداوند اینا وقتی که اونا دیدن که برهنه شدن بی ستر شدن، عورتایشان آشکار شد، از برگای درخت ها بر خود پوشش جور کردن. در این وقت خداوند متعال صدا کرد پروردگارشان و پروردگارشان بران دو بانگ برزد، صدا بلند کرد، مگر شما را از این درخت منع نکرده بودم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما دشمن آشکار است؟ او بابا آدم بی بی حوا، ما بر شما نگفته بودم؟ نگفتم که شیطان دشمن واضح و آشکارتان است؟ آیت های پیشتر قرآن خواندیم که گفت که شیطان که ما در راه راست میشینم و اینا را از هر طرف سرشان حمله میکنم تا که تو را نشناسن. باز خداوند متعال گفت که ما تو را و او کسایی که پیروی تو را بکنه از اولاد آدم همیشانه اهل نار میسازم. به هر حال آده حضرت خداوند متعال رو فکر میکنم وقت ما پوره میشه امی خداوند تعلیم داد خالص انسانم از عموم مکان بسیار مقدس و مطهری که با اعزاز حضرت آدم زندگی میکرد از اونجا کشید و مگر با یک تفاوت آدم چون از گل ساخته شده بود متواضع بود، به گناه خود افتخار نکرد، بلکه خداوند القا کرد کلماتی را که او توسط از او کلمات عذر خواست. این کلمات چی بود؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. گفتن پروردگار ما ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و بر ما رحم نکنی مسلماً از یان کارانه. بیاین عزیزا که این دعا را همیشه بخونیم. همه ما و شما بنده هستیم، بنده هستیم، پرگناه آسی هستیم، روسیا رو به درگاه از او ببریم و به ذات اقدس از او دعا بکنیم تا خداوند بر ما رحم بکنه. این طوفان دلالت و گمراهی و خودخواهی و نفس پرستی و آدم کشی و برادر کشی که در کشور ما و تمام کشورهای جهان بساب و مخصوصا در کشورهای اسلامی به میان آمده، خداوند به گل روی ای دعای حضرت بابا آدم و بی بی حوا که جد بزرگوار ما و شما هستن و ما همه ما از نگاه نسب به یک نسب مشترک بابا آدم و بی بی حوا میاییم، باید دعا بکنیم که خداوند متعال ما را ببخشه همچنان که حضرت بابا آدم و بی بی حوا را بخشید. قال فیها تحیون، باز اینجا خداوند گفت که قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الارض مستقر و متاع الهین، فرمود فرود آید که بعضی از شما دشمن بعضی دیگرید و برای شما در زمین تا هنگام معین قرارگاه و برخورداری است. آل دیگه شما مقام والایی را که برتان مفت رایگان داده بودم شما خودتان در امتحان ناکام شدین، شیطان راندم مگر چون شما عذر خواستین شما را بخشیدم، مگر برین در کره زمین زندگی بکنین تا یک وقت معینه که من میخوایم و بعد از او بسا وقتی که خداوند متعال رو بسا یوم حشر با وجود میاره و برقرار میشه و ما شما همه ما به پاسخ اعمال خود که فمن یعمل مثقال ذره خیره یره و من یعمل مثقال ذره شره یره، ما شما همه ما جوابگوی خود بودیم. بحث ما طولانی شد عزیزا، مگر چه یک شعر بسیار مقبول زیبایی را از حضرت سنایی انتخاب کرده بودم که بر شما پیشکش میکنم، مگر چون فرصت نمانده و وقت ما بسیار کم است همیشه همی دعا را میکنیم که خدایا به گل روی حبیبت و به گل روی جد بزرگوار ما حضرت آدم و بی بی حوا، خداوند ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، خداوند از گناه های ما بگذر، خدایا بر ما ببخشا. یا وهاب الملك القدوس، با آن خوشحالی که وقت طوفان نوح علیه السلام نصیب شیاطین به اثر غرق شدن بشر و بشریت گردید، خدایا برخلاف از او طوفان رحمت خدا نازل کن و این بشریت سرگشته و این عالم اسلامی که به سبب همشون
در بدر و خواب بسر و پریشان هستند. خداوند از این پریشانی و بدبختی ما را نجات بفرما و به طریق صراط المستقیم ما را هدایت بفرما. و باز هم دعای اللهم انصر شریف می خوانم عزیزا. امیدوار هستم همه شما عزیزا اگر دیگه خدمت جانی و مالی و زبانی با شما در راه دین کردن نمیتونیم، حداقل بگویم خدایا نصرت بده او کسایی را که واقعا ناصرین دین نبی کریم صلی الله علیه و آله هستند و بگردان ما را از جمله اعوان و همکاران ایشان و خوار بگردان او کسایی را که خوار میکنن دین مقدس اسلام در هر جامعه و لباسی که باشن، چی به جامعه اسلام هستن چی به جامعه غیر اسلام، خداوند ما را از او جمله نگردانی و ما را وسیله هدایت و راهنماییشان قرار بده. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. همه شما عزیزا را تا دیدار بعدی با الله مهربان امانت و سلامت می سپارم. روز روزگار بر شما خوش. خداوند متعال جلو طاعت عبادتتان قبول بکنه و با ما شما توفیق بده تا در روشنایی هدایت قرآن چراغ زندگی خود در دنیا و آخرت به صبح روشن داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز روزگار بر شما خوش.